در بوداپست پایتخت مجارستان روز دوشنبه کنفرانسی تحت عنوان لامفالوسی درباره بررسی وضعیت تحولات اروپا و اتحاد پولی پس از بحران اقتصادی برگزار شد تصمیم بانک مرکزی اروپا مبنی بر اجرای برنامه بازخرید اوراق قرضه دولتی در این کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت رئیس بانک مرکزی مجارستان گفت رؤسای بانکهای مرکزی که امروز در این کنفرانس حضور دارند متفقا اعتقاد دارند که اتحادیه اروپا و حوزه پولی یورو به سیاستهای اقتصادی سنتی احتیاج ندارد بلکه به اعمال اصلاحات اساسی نیازمند است ماریا دراگی اجرای یک برنامه عالی را آغاز کرده که پیش از هر چیز شامل حوزه پولی یورو می شود اما تبعات این برنامه به کشورهای خارج از منطقه پولی یورو نیز میرسد کاهش نرخ بهره استغراز دولتی و افزایش نقدینگی به رشد اقتصادی این کشور کمک خواهد کرد باتریس اسبوت خبرنگار یورو نیوز در بوداپست درباره این کنفرانس میگوید 16 سال از آغاز به کار واحد پولی یورو میگذرد امروز شاهد وجود شبه تورم منفی در منطقه پولی یورو هستیم از آن زمان از خود میپرسیم آیا این واحد پولی در منطقه ای که دولت عضو هر کدام سیاست های متفاوتی دارند می تواند حرف آخر را بزند چند روز پیش رئیس بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده بود وجود قواعد مشترک برای موفقیت یورو ضروری است اما در این کنفرانس به نظر می رسد رؤسای بانک های مرکزی شرکت کننده با اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا برای تبیین قواعدی الزام آور و سختگیران توافق نظر داشته باشند حوزه پولی یورو به قواعد و مقرراتی جدی محتاج است این مقررات برای تنظیم انواع مختلف سیاست است که مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است داشتن یک ماشین اداری به تنهایی کفایت نمی کند بلکه وجود قوانین نیز الزامی است